بین این همه نتیجه سفارش و درخواست و خواهش و تمنای من از شما اینه نتیجهش. آقای کابوسی، عارضم خدمت شما، در این شماره ما هر مطلبی رو لحاظ کردیم. چی به تو گفت بزنی؟ دارم حرف میزنم، نمیفهمی؟ شما داشتیم اینجوری نگاه میکردیم به من، فکر کردم که باید حرف شما داشتید اینجوری نگاه میکردید. هنوز نمیدونی اینجوری نگاه کردن من یکی حرف دارم میزنم. با چشام دارم حرف میزنم. نگاه کردن من جز حرفمه. بله دایی. چند وقت اینجا کار میکنی؟ تازه اومدی مثل که؟ وقتی نگاه میکنم دارم حرف میزنم با تو. 181 غلط تو یه شماره، تو یه شماره. اینه املایی، انشایی، عقیدتی تو یه شماره. من برم به کی بگم اینو؟ کولاک. کارتون حرف نداره کولاک. ممنون. خب اگه اینطوری باشه من مطلب دیگه نیازی ندارم. مطلب اصلا برای چی میشینم؟ مطلب مینویسیم و لیتوگرافی بکنیم و فلان بکنیم. در واقع چی؟ پس آقای کابوسی، عکس مورد رضایتتون واقع شده؟ نه خیر، عکس جنابالی هم مسئله داره. کف کتا گفتم عکس میدیم دست مردم. مسئله داره. چه مسئله؟ شما نگاه داری پشت عکسات. نگاه. خب آقای کابوسی، موقعی که میخوام عکس بندازم باید پشت دوربین نگاه کنم دیگه. نگاه نکنم که نمیشه که. خب آقای کابوسی، نگاه باید بکنم پشت عکسم دیگه. نگاه. نمیفهمی چی دارم بهت میگم؟ نگاه داری یعنی اینکه ما رو مچل کردی تو. نه آقای کابوسی، این اصطلاح نه، ما رو مچل کردی به این حرفا دیگه. آقای کابوسی، مچل برای چی؟ نه آقا، این حرفو نه. این عکسا چی رفتی گرفتی به من؟ عمه من رفته عکس از اون حیوان عجیب و غریب گرفته، یه چیزی اینجوری نشسته تو جوب که معلوم نی آدمه. چیه این حیوان تو جوب نشسته داره نوشابه رو گاز میزنه؟ شیشه نوشابه رو. موش آقای کابوسی. موش؟ بله. موش اینقدر میشه؟ او تقصیر من چه؟ خب کرده نشسته تو جوب در صاحب کارخونه اومده بود میخواست اینجا رو آتیش بزنه با این عکس. من باید جواب بدم دیگه. این چی بود؟ آقای کابوسی، خودتون جوبا رو ندیدین چقدر توش آشغال زباله است؟ این موشام به جای اینکه موش انقدی باشه تو آزمایشگاه باشه، انقدی شدن اندازه پلنگ توی جوبن دیگه. من مخصوصا میخواستم زم آشغال ریختن در جوی آب مد نظر باشه دیگه. بر همین عکس گرفتن. زم به تو چه مربوطه؟ مرد حسابی که در مدح و ذم جوی آب و موش چیز بنویسی به تو ربطی نداره. من چند دفعه به تو بگم به تو چه مربوطه؟ جوب مسئول داره، خودشون میدونن چه کار بکنن. به من و تو ربطی نداره که تو کار دیگران دخالت میکنی. شما را ازت من خواستم، تد دفعه بهت گفتم دو نوع عکس حق داری بگیری. آقای کابوسی، شهر ما خانه ما، نباید شهرمون تمیز باشه؟ شهر ما خانه به هبه این خواهد همه میبینن اینو، همه جا نوشته شهر ما خانه ما. من دارم چیز دیگه میگم. میگم به تو چه ربطی داره که بری عکس از اون حیوان عظیم و جسه بگیری نوشابه گاز بزنه؟ به تو چه؟ به من چه؟ عزیز من، گفتم شما حق داری دو نوع عکس بگیری، دو تا. یک دو، خیلی روشنه. یکی از کسانی که وارد این دفتر میشن و مصاحبه میکنن، اونم با اجازه خودشون عکسشون چاپ میکنی. دو، عکس از طبیعت، جوی آب، شرشر آب، زرزره بلبل، هوا، ابر، درخت ها، شکوفه ها، بهار هم هست، برو بگیر بنداز چاپ کن بره. طبیعت و کسانی که میان تو این دفتر. تمام. من معذرت میخوام. نه شما چرا معذرت میخوای؟ کار ایشونه. آقای کابوسی نمیشه. باز میگه آقای کابوسی نمیشه. مفهوم؟ بله. نفهمیدم. توجه نکردی چی شد؟ مفهوم؟ بله. پس عکس در اندازه متوسط نبود، رفته عکس واسه من گرفته. ها هولغوم یارو پیداست. این دو تا چی میگن؟ گرفتم لوزل میده، لوزل میدهش اینجا پیداست. عکس هولغوم یا چش یارو اینجوریه یا کل چجوریه چش آقا؟ اینجوری. این عکسای کج و کنجل رو میخوام چیکار بکنم؟ عکس متوسط، اونم با اجازه طرف که قابل چاپ باشه. بی درد سر. درد سر چرا واسه ما درست میکنی؟ روشنه؟ بله آقای کابوسی. توجه نکردی چی شد؟ روشن؟ روشن، بله روشنه.
بعد آقای کابوسی عصبانیه که نگو. نه شیست نگرفته، راستی راستی عصبانیه. خب معلومه دیگه، آخه ابرو شده 88. نه 81 مال وقتی که از چیز خوشش میاد، الان 88. نه من برای چی باید خوشحال باشم؟ نه نه، آب یخ من ببرم؟ باشه، نمیتونم وایس به آقا منوچهر بگم تا ببینم. باشه، نه کاری ندارم، خداحافظ. اصلا جناب فرید خان سپهری، سردبیر هفته نامه وزین شهر قشنگ، شما برای بنده بفرمایید که وظایف سردبیر چیه؟ سردبیر چی کار میکنه؟ تو چی کاره ای تو این دفتر؟ برای من توضیح بده، مختصر و مفید. بله آی کابوسی، من توضیح میدم خدمت شما که یه سردبیر چیه، چی کار است؟ چون فکر میکنم که شما هنوز وظایف سردبیر اینجوری مفهوم شده که سردبیر یعنی سرآمد تمام دبیرهای اینجا، یعنی مسئولیت تحریریه به عهده سردبیر است. بله خب، و گرفتن مطالب درخواستی از دبیرهای سرویس همایون هوشنگی و رامین رحمتی است. یعنی مرحبا و صد آفرین. خوب گفتم آقا؟ یعنی مرحبا بر اون عقل بیشعورت. محشره بگو. خوب عقلی دارم آقا. محشره بگو. بله بله. بعد قربان عارضم خدمت شما که صفحه بندی و ترتیب چاپ. باریکم. حالا مونده آقای کابوسی، حالا مونده، اینو به شما نگفته بودم. بعد دیر سردبیر باید نظارت کنه بر این صفحه بندی و نظارت بر صفحه بندی قبل از لیتوگرافی و بعد از لیتوگرافی، اینها مسئولیت یک سردبیر است، مثل من. وظایف یک سردبیر، وظایف سردبیر اینه. بله آقا، خوب وظایفی. پس قبول میکنی که این همه غلط املایی و انشایی و صفحه بندی و چاپی و کوفت و زهر مار؟ ببخشید. الو؟ بله. نه بابا، با تو نبودم که. گوشی بفرد بیرون. گوشی تلفن خصوصی دارم، اگه نمیفهمیم ایچی. خود اینه بابا عصبانیم کردم، مگه نمیدونی چه خبره؟ اونجا نشستی نمیدونی چه کار میکنن، آتشی میسزونه. ای بابا چی میگی نایت خانم؟ تا گوساله گاو بشه دل صاحبش آب بشه. نمیدونی چه میکنن اینا، نمیدونی چه خبره. بیا الان از اینجا دارم میبینم دیگه، تو اتاق دارم هم کشتی میگیرن. من چایی بردم، همه رو مرخص کردی؟ نکنه بهشون چایی مایزه دادی؟ این یکی اومد، این یکی اومد چایی مایزه، این چیزی بهشون دادی؟ بارو چایی بردم. چایی بی چایی. آخه می چایی بیرون. فامیلای شما هم خوب موقعی تماس میگیرن. آره. من کسی یادش رفته پهله بود. چه ربطی داره؟ سلامی به گرمی سماورت آقا منوچهر، سلام و درود بی پایان بر تو ای مرد زحمت. ما هم برگ چغندریم اینجا دیگه. زهر مار، این چه غلطی بود تو کردی؟ آقا ما غلطی نکردیم که. خب بچه مگه تو همسر خواهد منوچه؟ آقا منوچه عزیز من، مگه تو هم وزن اینی داری باش شوخی میکنی؟ آقا برادر من، موها سفید شد، بس کنیم بچه بازی ها رو. آقا باسکول چی؟ من نه هم وزن اینم نه هم قد اینم. من صد بار بگم بودم، من اصلا با این کاری ندارم. اینه که با بندر دیگه از سردبیر باسکولچی. من با شما کار ندارم که، من با آقا فرید کار دارم. آقا فرید نه، باسکولچی چی کار داری؟ آقای باسکولچی ببخشید، شما چی کار کردید؟ هر کی میاد دم دفتر من مجله بخره میگه که اینا چقدر بی سواد. چی میگه اینو؟ مردم بچه به این بی تربیتی دیدی؟ نه والا ولش کن، چای به رنگ رویی قیافه. من برای شما کدوی آب پز میپزم که یه وقت فشار خونت بالا نره، چربی خونت زیاد نشه و شما سر هیچ و پوچ بی خود و بی جهت خودتو عصبانی میکنی. یه وقت خدای نکرده سکته میکنی، فشارت میره بالا، کار دست خودت میدی. یا بابا بفرست سر کار یه نیم کیلو گلگاب زبون بخرن، با آقا منوچهر بگو که با لیمو دم کنه، یه خود نبات هم توش بریز بخور، یه خود اعصابت آروم بگیره. آره حق با شماست نایت خانم، کاملا حق با شماست. یعنی به نظر من 100% شما درست میگید.
مثل که باتری این تلفنه داره تموم میشه نایت خانم. چشم، یه نفس عمیقم واسه شما میکشم، بفرمایید. چقدر خوبه که کسی به فکر سلامتی آدم باشه. یه چیزی رو باید اعتراف کنم نایت خانم، که تو الو الو الو، ای بابا باتری اینم که داره تموم شد. الو کاوسی، ببخشید اونا رم کنید، تو رو خدا اونا جوونن نمیدونن نادونی کردن. چرا همچی میکنی؟ چی میگی تو؟ آقا نمیدونی شما اونا اشتباه کردن؟ ببخشید مگه من اشتباه نکردم؟ جوونی همینه دیگه، رم دیگه. چرا مگه تو دیوونه شدی؟ میخوام برم با بچه ها حرف بزنم. با من حرف بزنی نمیداره مگه؟ میگه با من حرف بزنی؟ من میخوام برم با بچه ها راجع به مشکلات هفته نامه مشورت کنم. آقا چی کار داری دایمو؟ بذار بیا با ما حرف بزنی گرفتی؟ اتفاقا آقای کابوسی، ما همین الان اینجا نشسته بودیم، دقیقا با بچه ها دقیقا داشتیم به همین فکر میکردیم که خداوند ما چی کار کنیم که مشکلات دفتر حل بشه؟ کل مشکل ریخته. چی کار داری؟ بذار مشکلاتمون حل کنیم. پس این چی میگه؟ گل بود سبزنیز آراسته شد. بچه دیگه تو خون چلو چشم گرفتی. بیا آقا منوچه، بیا اعصابت خرابه، اینه میگیری میپری سر عطاری سر کوچه. بله. گل گابزبون، سنبولوتی، عناب، نبات، لیمو عمانی و برگ بو میگیری دم میکنی بخوریم اعصابمون یه کمی آروم بشه. آخه میدونی چه کسی این پیشنهاد داده، این تجویزو کرده؟ اعصابش مگه آروم نمیشه؟ چرا؟ یه کسی این پیشنهاد کرده که همچین بخوریم اعصاب هممون راحت میشه. میدونید اون پنج شش تا اولی که گفتید بخورید اعصابتون راحت میشه، ولی اون برگ بوه که کفش بو. خیلی خب، حالا برگ بو رو نگیر، بقیه رو بگیر دم کنیم بخوریم اعصابمون راحت شه، بشینیم مشکلاتمون رو بررسی کنیم. هفته نامه پنجره باد داریم کم میکنیم، هفته نامه باد داره کم میکنه، چارچرخمون انقریب کف زمینه خابیده، با بحران روبرو هستیم. برو بگی بیا سرکار خانم دلیخون. بله. شما دیگه تلفونا رو وصل نفرمایید خواهش میکنم، هر کی میخواد باشه، ها بجز همشیره مکرمت. همشیره مکرمه؟ ای بابا، حال باز بچر بدم. همشیره مکرمه یعنی خواهر بزرگ جناب عالی، خانم دلیخون بزرگ، همسر بنده. حاله ایشون بده. تلفن ایشون رو فقط وصل کنی، چون جلسه داریم. جلسه‌مون هم چیه؟ اضطراری. حالا میگه اضطراری چیه؟ ببین. نه، اضطراریه دیگه ها. اضطراری یعنی اینکه کسی تلفن ممنوع وصل نشه. این یعنی اضطراری. بله. ول اضطراری دیگه. چشم. بل چشم. بچه ها همه بیاید دفتر من، جلسه یه اضطراری داریم. شما بیرون برو دکت، جلسه مال همکارامونه، شما تو دکت برو. شما هم بیاید دیگه. در به من همه اینگوی راشن. بفرمایین. بفرمایین. ای الهی شوک، یکی در این خونه رو وا کرد اومد تو. چطوری؟ حالت خوبه؟ خسته نباشی بفرمایید. من خسته مامان که خدا بدونه، از صبح تو دفتر کلی کار داشتیم. راست میگی. آخه خسته نباشی، الان برات یه گلگاف زبون میریزم که خستگی دره. فرید من از زنگ زد بهم گفت داریم تو دفتر گلگاف زبون میخوریم. چی میگی؟ تندی من نمیفهمم. میگم فریدم الان با من تلفنی. آها فهمیدم. خب من بهشون گفتم به جای چای گلگاف زبون دم کنیم بخوریم، برای اعصاباتون خوبه. آره تفلکی ها، جلسه داشتم واسه حل مشکل املا انشا. آره دیگه درسته. خب میدونی کابوسی از خودمونه، هیچی هم به روی فرید نمیاره، ولی فریدم باید بیشتر از اینا حواسشو جمع کنه. الهام جون آخه چقدر دیگه. ماما یعنی شما دارین طرف آقای کابوسی رو میگیرین؟ من طرف حق رو میگیرم. حق؟ خب بابا بنده خدا یه سرمایه رو گذاشته این وسط. خب حالا ما اصلا نفع نخواستیم، پول نخواستیم، ولی دیگه راضی به ضررش هم نیستیم دیگه. آخه نمیدونم، به نظر من اینا باید یه آدم باسواد استخدام کنن، یه ادبیاتچی که قشنگ مسئولیت تصحیحمون به عهده‌اش باشه، که اینطوری هی گردن فرید بیچاره‌ام گناه‌ها رو نندازن. خب آقای کاووسی هم ضرر نکنه.
پاشم به کاووسی زنگ بزنم راست میگی بهش بگه، ولی حتما طالب به فکر خودش رسیده مگه میشه؟ نگران نباش مامان جون، اگه طالب به فکر آقای کاووسی هم نرسیده باشه فرید حضور ذهنش عالیه، مطمئن باشین تا حالا آدمش هم پیدا کرده. فرید؟ بله فرید. گمون نکنم اگر قراره به ذهن کسی برسه فقط به ذهن کاووسی دیگه مسلمه. ولی فرید حواسش واقعا جمعه ماما، تو مطمئن باش الان آدمش هم استخدام کرده. فرید پس چیه؟ کسایی رو تو میگی، چه حرفایی میزنی فرید؟ بله فرید حواسش جمعه، دست گل به آب میده. فرید چه حرفایی میزنی تو الهام؟ بابا اصلا اینطوری نیست ماما، فرید واقعا حوصله واقعا تو کارش عالیه، نابغه است. فرید پس حالا شو نابغه، حرفایی میزنید. بلنشم یه گلگاو زمون برای خودم بریزم اعصابم آروم بشه. بی خود برداشتم این همه گلگاو زبون و نمیدونم سنبولتی و اینا دم کردیم دادیم بهشون خوردن. باید به جاش انبرنسارا دود میکردم اینجا، بلکه مخوتون یه خورده حرکتی بکنه. آخه هیچی به فکرتون نمیرسه، هیچی. آقا انبرنسارا مردید، خفه شدی. انبرنسارا چی آقا؟ انبرنسارا. انبرنسارا آقا همین گلگاف زبون و اینا رو که دادید برای ما خوبه، مخو باز میکنه. ما مخمون آقا همین چیز باشه، یه انبرنسارا بهش برسه باز میشه. اونو بده آقا منوچه، اونو بده آقا منوچه، همیشه میشه بدم چه رم میدیم، شما هم باید بخواه. آقا انقدر این گلگاف زبونی ندادید که اصلا ما دیگه الان همچه خوابیم. وای بالی که دیگه انبر و سادات هم بدید بمون دیگه هیچی دیگه. آس میگه دایی همین دیگه الان ما شله بلی اصلا شله شل شدیم اصلا. شما دوتا چون که انرژیتون خیلی زیاده همیشه پشتک بارو میزنی گلگاف زبون دادن که یه خور زهرتون رو بگیرن. خب حالا ولشون کنی تا صبح میخوان داستان درست کنن. آقا من یه فکری به سرم زد. چه فکری؟ خوب فکری آقا. چه فکری؟ من میگم غلط کنیم. نه آقا آقا نفرمایید غلط کنیم. نه آقا نه یعنی میگم بگیم غلط کردیم. آقا نفرمایید تو بلان اسمت آقا غلط کردیم. چرا غلط کردیم آقا؟ بگیم من میگم غلط. نه آقا غلط کردیم عزیز من، بگیم مخصوصا و عمدن ما غلط کردیم. یعنی چجوری؟ یعنی مخصوصا غلط بگیم. غلط کردیم دیگه، چی بگیم؟ غلط کردیم خب بعد چی بشه؟ که خواننده های ما مثلا تعداد چم چیزی نیست غلطایی که کردیم. خب. یکی دو تا 180 و چند تا سه تا یکی هر کسی بیشتر غلطای ما رو تو این شماره کتاب میشه بنویسیم عمدن غلط کردیم، هر کسی بیشتر پیدا بکنه جایزه بیشتری خواهد گرفت. یعنی آقا ما آفرین. یعنی آقا ما غلط کردیم. بله پای لرزش هم میشینیم جایزه هم میدیم. یعنی آقا دروغ بگیم آقا یک کلام. دروغ دروغ آقا دروغ. من فهم میکنم اون چه که اجداد ما قدیمی ها گفتن هم از شعر نمیدونم کس هر چی که گفتن واقعا قابل بررسی. الان من میفهمم چقدر درست گفتن. چی رسید نسرین کجایش؟ رفت استراحت کنه، خسته بود یه خورده. چی؟ حالا موقع استراحت؟ ما هم خسته ایم، ما خسته نیستیم. خسته ایم اجازه بده. نه بابا افلش کن بابا، بچه رفته خوابی بذار بیا دوره هم باشیم. داریم میگیم شب شعر داریم ها. فردا صبح نگه من نبودم. ما گفتیم فردا نگه مدعی نشه. چرا به من نگفتید؟ ما براش میکنیم. چی داشتم میگفتم؟ بشه گفتی شب شعر داریم و فردا. نه 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 دروغ. آفرین. میگه که یکی از حرفاشون قدیمی ها اینه که دروغ فتنه انگیز. نه مثلا میخوام راست فتنه انگیز به از دروغ من توجه نکنی چی شد. دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز است. آها و این تنها راه نجات هفته نامه ماست. تمام شد. به نظر من این پیشنهاد شما وقتی کارسازه آقای کاووسی که دیگه از این غلطو نکنی. با شما. بله 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 موضوع اینه که دیگه غلط املایی نداشته باشیم، وگرنه خب خواننده‌ها تو متوجه میشن دیگه. خب راجع به اینم باید فکر بکنیم. راست میگه. نظر شما چیه نایت خانم؟ منم که میدونی همیشه با دروغ مخالفم. خیلی زنده باد. آره نظر من همیشه باید حرف راست رو به خواننده ها زد. همیشه. آفرین. اتفاقا نایت خانم همیشه من نیدم دروغ بگه. خدا وکیلی. چه شد؟
برو مچهر کردین های تا ایوا کابوسی این چی اصطلاحیه؟ از من برازنده شما نیست دیگه نه چی؟ نه بله آقای کابوسی من هم بهش میگم میگم آخه این چه اصطلاحی آقای کابوسی شما داره یه هفته نامه وزین فرنگی از مچهل کردی مال شما نیست نبینیدم ما رو مچهل کردی یا راستگوی و دروگوی کدوم ها هر دوش آقای کابوسی از شما بعیده یه همچین اصطلاحی به کار ببرید عرض نکردم ما رو مچهل کردی بفرمایید این آشیه که ایشون واسه یه هفته نامه پخته بله خانم در حال تعطیلی هستیم شما مسکی متوجه نیستید با بحران روبرویم لخت مجلم لخت لخت باورتون نمیشه اینه که من میگم باید یه فکری اندیشه ای ایده جدیدی اگه دارید بفرمایید بسم الله بنده در خدمتتون هستم وقتی میگم مچل کردید من میگم چرا بفرمایید دیگه اگه ایده جدید دارید فکری جدید دارید میتونید نجات بدید بفرمایید این راه میگم این آقای کابوسی زرنگ الهام خانم زرنگ آقا یه جوری جلوی مامان تو صحبت میکنه انگار که عقل کله راست در صورتی که من خودم مچلش نمیکنم به قول خودش وگرنه یک ثانیه میتونم مچلش کنم صدام در نمیاد فقط به خاطر مادر تو تازه وقتی صدا در بیاد مگه بهت محل میذاره نه بابا نه پس بهتر اصلا صدات هم در نیاد خیلی ممنون از راهنماییت من واقعا سپاسگزارم از راهنمایی شما این آجیل مشکل گشا میمونی تمام مشکلات من داره حل میکنی لوس نشو بعد واقع بینم نه خب حالا تو که اینقدر واقع بینی منو چطور میبینی از دید خودت به نظر من توی سردبیر باهوش با استعداد با سواد با مزه درستکار نسبتاً هم خوش قیافه و خوش تیپ و خوش دماغ و البته به نظر من که بسیار بی عقل و بی منطق و بی تدبیر و بی سیاسته بعضی وقتا متشکرم الهام خانم من هیچ وقت این تعریف و تمجید شما رو فراموش نمی کنم که منو به اوج آسمون ها بردی و از اون بالا تلپی انداختی توی منجلاب همینک مسواک من الان منجلابی شده الهام خانم منجلاب چقدر حرف میزنی نصف شبه میخواییم بخوابیم ما بله آقا منجر یه چایی بده بخورم از خستگی دارم میمیرم انقدر از این برندگان خوشبخت عکس گرفتم که همون گردن و چشم و آقا منجر با شما هم یه چایی بده بخورم مثل که میبینی من وقت ندارم دارم غلط میگیرم عزیز من از کجا معلوم که من خودم برنده خوشبخت این هفته نامه نباشم منو چرا سلطان آبادی از تهران زرش که سر کوچه آبش آوردن یه پاش میفروشن قد یه لیوان اگه میخواین آب زرش بخورین تشبیه ببینید سر کوچه چینه من؟ والله حالا یه چایی بده بخوریم حالا رفتی همه بیمیجا بذار بیاید دوستان و همکاران محترم امروز این شماره هفته نامه شهر قشنگ درست 2 ساعت پس از انتشار رکورد شکن شده بابا یعنی رکورد فروش رو چی؟ به قول بچه ها گفته میشه کنده از تمامه مجلات و نشریات رقیب جلو افتاده یعنی اونا رو جا گذاشت و رفت جلو و نایاب اعلام شده بزن بینید نایاب الو بله بله خواهش میکنم نه بابا این فکر خود کابوسی بود دیگه همین که اونا غلط کنن مردم جایزه بگیرن بله بزنم به تخت خیلی وارده بله نه اول که با من مطرح کرد آخه میدونین چیه اون همیشه فکراش اول با من مطرح میکنه آره دیگه مشورت میکنه کلی بهش توپیدم گفتم نه بابا تو اینجوری مردم رو میذاری سر کار آره چی آخه اینجوری سر مردم کلا بذاری گفت خانم این حرفا چیه این یه تشویقه اینجوری دقت مردم بیشتر میشه بعد من دیدم راست میگه خب اینجوری همه دقتشون بیشتر میشه برای همینم این کار کرده خب موفقم شد
بعد چی؟ راست میگی؟ یعنی شما هر هفته چند شماره از یه نشریه رو میخوای؟ 4-5 تا؟ بله بله، خواهش میکنم. بله خب، بله دیگه وارده به کارش. حتما همین الان میرم براش اسفندود میکنم، همین الان. بله خواهش میکنم، قربونت، خداحافظ. اسفند کجا داشتم؟ اگر غلط گرفتی باید کتما بنویسید و بفرستید. من غلط نگرفتم، درست گرفتم. ولی باید کتما بنویسید، مگه شما سواد ندارید؟ کتبی. من میخواستم پدرم رو ببینم. آه، اون قضیه رو تعطیل کردن. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه هم اشک هم آهش زیاد بود، از اون پولی هم توش نداشت، به چه درد اون میخوره؟ من میتونم آقای کاووسی رو ببینم؟ عجب حکایتی ها عزیز من، یارو تو ده راه نمیدادن سراغ کت خدا رو میگرفت. بفرمی یه گوشه بشینین تا من بهتون بگم. اصل ارتباط صحیح صداقت و درستی. دایی صداقت و درستی؟ صداقت و درستی اصل ارتباط صحیح صداقت و درستی. و همین ارتباط ما را آنچنان با خوانندگان وفادارمون پیوند داده، یعنی به هم متصل کرده، پیوند زده، که تصمیم گرفتیم در جهت ایجاد انگیزه مطالعه نوشتی؟ بله. چنین مسابقه ای را برپا نمایی. زهر ما را بنویس. بعد میخندی، اولا به تو میخندی. آقای کاووسی ببخشید، میشه یه لبخند بزنین که من یه عکس خوب ازتون بگیرم؟ بله. یه لبخند کامل. این طرف یا این طرف؟ یه لبخند تمام عیار دیگه، از این بر به اون بر. یه خوره بیشتر لطفا، همه دندوناتون پیدا بشه. دیگه پیدا. یه لبخند ملی. یکی دیگه بیشتر. بابا 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 لبخند لبخند. بله بله. سیا پدر. پدر دایی شوهر خاله عزیز. آقای کاووسی خانم دلخون، انقدر گریه نکنید بابا. فکر کنید این رفته بچه رو آورده میخواد بزرگش کنه. چی میگین آقا منو چهرین؟ که آخه بچه نبود، چند تای آقای کاووسی بود، نمیدونستی فکر میکردی باباشه. ای وای خواهرم میمیره. دشمنش بمیره خانم، این حرفا چیه میزنه آخه؟ چی؟ ای وای خواهرم چیکار کنیم؟ از کجا میدونین آخه؟ آخه یک ساعت از آخری باری که با هم حرف زدیم گذشته. خودشه، چیکار کنم آقا؟ من بگی نسرین مرده. الو سلام خانم دلخو. بله بله بفرمایید، حالتون چطوره؟ خوبید؟ زنده باشین انشالله. آقای کاووسی خوبن؟ بچه ها خوبن؟ انشالله به همتون خوش بگذره. بله خانم دلخو، رفتنم مراسم آبگیری خبر تهیه کنم. بله کاووسی کجاست؟ ها؟ مرده شور خونه؟ با کی کار داره اونجا؟ آه رفته گزارش بگیره؟ واجا قط بود؟ همه میلن گل و گلزار و دشت و دمن گزارش تهیه میکنن. حالا فرید چی؟ فرید باش رفته یا تنهاست؟ آه خب پس خیالم راحت شد که تنها نیست.
حالا یه وقت میفته سکته میکنه، کار دست هممون میده دیگه. نه خانم، شوخه میکنم بابا. باشه تا رسیدن میگم به شما تلفن بزنن. راستی نایل خانم، شما قرص زیرزبونی تو خونه داری؟ همینطوری لازم میشه آخه، رو چشمم. خداحافظ شما. چی میگفت آقا منوچه؟ نه پرس خانم. یعنی بو برده؟ عجیبا. ببینی من دلم به حال این خانم ساده دل میسوزه. من چند سال دارم با این آقای کابوسی کار میکنم، با اون همه زبلی و تیزوشی و زرنگی، با اون فضولی هایی که داشتم، هنوز نتونستم بفهمم که ایشون فرید. پسر داره. بله فرید. فرید چی شد آقا فرید؟ آی سی یو. مردم چرا انگلیسی داری صحبت میکنی؟ من فارسی ازت برسیدم. نگفتم که آی سی یو، من که شما رو دیدم، نگفتم آی سی یو. آقا منوچهر، بخش مراقبت های ویژه دیگه. عزیز من خودم اینو میفهمم. باید فارسی رو پاس بداریم. پیداست. رامین و آقازادشون هم موندن پیشش، اون آقازاده خوشگلشون. خب پس حالا که اینطوره، شما و الهام خانم هم باید ببونیم پیش خالجونتون. بله. به ناهید چیزی نگفتید که؟ نه بابا، چه جوری بهش بگیم؟ بهش بگیم که شوهرش بهش دروغ گفته؟ مگه میشه؟ ای وای، بله، بعد از الهام کمک بگیریم، بعد بهش بگیم وکالت ناهید رو قبول کنه، بعد دایی خسارت کنه، نه مهریهش رو بگیریم. ها چیکار کنیم؟ میتونیم مهریهش رو بگیریم؟ عجب دادگاه کشی شد، عجب بدبختی شد. آقای کاووسی چرا این کارو کردین؟ چرا دروغ گفتین؟ خانم دلی خون، خانم دلی خون، بابا آقای کاووسی حالشون بد بود، تو حال اغما بودن، همش میگفتن ناهید. ببینم منو چرا نگفت؟ نه خیر، برای چی بگه؟ کجاش عجیب آقا منوچهر؟ الان مهمترین کار اینه که به الهام یه زنگ بزنیم ببینیم چه غلطی میخواییم بکنیم. آخه قصه خودم و این همه سال و بدبختی میکشم که من رو نفهمیدم. الو الهام، سلام، چطوری؟ خوبی؟ نه اتفاقی نیفتاده. مگر من شبیه اتفاقم؟ نه بجون الهام، نه عزیزم، نه نه نه. همینجوری زنگ زدیم که حالتو بپرسیم. با خال، با خاله نسیم اینجا حوصله‌مون سر رفته بود، گفتیم یه زنگ بزنیم اصلا شام با هم دیگه بریم بیرون. بعدش هم من خواستم یه صحبت کوچیک باهات بکنم. پیش میاد. عزیزم من قتل یه رخ نداده که. میشه چطوری امید؟ خوبی؟ سلام. سلام. تبریک میگم. اینم میدونه. چرا برای این داری گریه میکنی؟ خبرش اینه توپ درکیده، بابا همه میدونن. ایوه. الهام جان خودتو کنترل کن، بمب اتم که نیفتاده که. میدونم. عشق شوق دیگه نه؟ عشق شوق، عشق شوق. یه دست یه دست دستمال کاغذی بده عشقاشو پاک کنه. من نمی‌دونم داره گریه می‌کنه. عشق شوق دیگه، عشق شوق دیگه. دستمال کاغذی نداریم اینجا، کاغذ زیاده. دوست باز درن یاری چیزی بده ببینم. لون میده. من ماشین می‌خواد پاک کنه. چیکار کنم؟ بیچاره مامانم. خدا بیامرزه مردن. زبونتو گاز بگیر. زبونتو گاز بگیر. راست لوس شدی. چیکار کنم؟ سم احساس هم دردی کنم. برگردیم خونه. یه جوری بر میگردیم دیگه. گم شدی؟ بیا الهام جان، الهام جان تو برو خونه، حالت بده. من میرم دفتر. اینجا وایسی میره تو اعصاب ما. بلند شو. من خبر میدم. باشه باشه، من خبر میدم بهت. از خونه. خدافظ. لنگمو میشه بدید؟ لنگمو بدید. خانم سپری. بذار من وسایلمو جمع کنم برم دفتر. به 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 به. بزنم این. چا؟ خوب شد؟ معلومه که خوب شد. بچه ها رامین 10 دقیقه پیش زنگ زد گفتش که آقای کاووسی مثل اینکه قراره مرخصش کنم. حالا میخواین چیکار کنی؟ نمیدونم والا. من که بهش گفتم که نمیدونم خوب گفتم یا بد گفتم، ولی من بهش گفتم که فعلا ببرتش خونه خودشون، یعنی پیش خود خواهر آقای کاووسی، تا ببینیم چی پیش میاد دیگه. بله، من و الهام که فکر نمیکنم بتونیم آقای کاووسی رو ببخشیم. بعدش هم ناهید میتونه ادعای قبر میکنه. بله بابا جون من، چی داره میگین ادعای قبر میکنین؟
چی این حرف مرگ هی میزنی؟ مردشون اینجا داره بره بسته دیگه بابا. آقا منوچهر قبر نه قبن یعنی ضرر و زیان. شما فکر میکنی اگه حرف نزنی کسی اینجا گله میکنه آقا منوچهر؟ آره میشه من یه حرفی بزنم؟ بفرما ایشون میتونه حرف بزنه ولی من حرف نزنم. نه شما نه 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 خب بگو همین جان بگو. من میگم شما واسه چی انقدر ناراحتین؟ خب ناراحتی نداره که. شما که خدایی نکرده زبونم لال کسی رو که دست ندادید، یه نفرم تازه به خانوادتون اضافه شده. بفرما یه کلام هم از ننه عروس بشنو. خب میشه برادر الهام خانو بچه خواهر شما با کیت میشه؟ برادر زنم. با برادر زن ایشون یه نفر فامیل سه نفر شده. بعد مگه آقا منو چه؟ خدا گره را بلتا میتا میگیا های های بلتا میگیا های های خدا گره را بلتا میتا آقای سلطان آبادی بس کن. میگم این آقا منچهرم راست میگه ها، شده مثل این فیلم های هندی. البته شاید فیلم های هندی شده مثل زندگی مردم نمیدونم، ولی تفلکی این آقای کاووسی اینقدر ناهید خانمو دوست داره که دلش نیومده بگه یه پسر بزرگ دارم. حیوانی خیلی مرد خوبیه. تو بیشتر از ترس بوده. آره خب میترسه دیگه حیوانی. ناهید خانم هم خشنه. آقای کاووسی نازی گفتم که اونجا همش هی میگفته این ناهید خانم رو صدا میزده، بعد موقعی هم که دکتر یه دونه چک زده اینجوری تو گوش آقای کاووسی گفته ناهید 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 اینجوری گفتش؟ تو هم بایا بعد گفته. من که گیج شدم از کارهای شما. من هم همینطور بچه ها هیچی نگیده. الو سلام رامین چطوری؟ قربون تو چه خبر بگو ببینم. مرخص شد آقای کاووسی؟ یه دقیقه گوشی. بچه آقای کاووسی مرخص شده. خب نه بابا گوشی بچه میگه که آقای کاووسی گفته که من خونه خواهرم نمیرم، که هیچ جای دیگه هم نمیرم، شب میخوام تو پارک بخوابم. خونه خودشم گفته از ترس ناهید نمیره که یه وقت خدای نکرده راش نده، اون وقت بینه تو پارک میخوابه. چیزه پس فکر کنم مجبوریم راش بدیم. نه آره بابا راش بدیم 80 سالشه. آدم های همسن اون مردن، این حالا یه بچه داره قتل که نکرده که یه بچه داره خودم خاله هم بچه داره دیگه. پس راضی کردن الهام هم با من راضی درسته دیگه. بچه از گل راش بدید. آره بابا خودمون راضی طلاق بگیرن این الهام خانم میشه بچه طلاق. کسی نظرت تو رو نپرس. زندگی دو تا جیبون سابقه به هم نزنیم. خب بچه یه دقیقه بایستی دارم چیکار دارم میکنم. الو رامین جون قربونت برم، کجایید شما الان؟ نه آبا پشت درید. آره فرید پشت درم میام. اعتراف کرد که چرا وقت ازدواج حقیقتو به خانومش نگفته بود. خب میدونی چیه الهام‌جان، من فهم میکنم علت علاقه مرده، علاقه شدید مرده به خانومه بوده. بله. که اعتراف کرد. نمیخواسته خانم از دست بده لابو. نه بابا شما هم نه من قبول ندارم. به نظر من هر چقدر هم دوست داشته باشه نباید مرد دروغ میگفت. نه این کار مرده اصلا کار خوبی نبود. آخه میدونید دروغ آخه آقای کاووسی من توضیح میدم خدمتشون. ببینید مرده اونقدر عقلش نمیرسیده که یک انسان بی عقل کجا عقلش میرسیده که را کدوم چیز درسته کدوم چیز غلطه. من مرزرم اون مرد است. بله میفهمم اون مرد اون مرد است. بله شما مهاجر اینجوری به کاووسی نگاه کرد. خوش تیپ هم ماشاءالله دوست. نه اون مرد رو میگه. بله نه اینجوری نیست نه جون. گاهی اوقات شیطون ها آدم یه جوری گول میزنه که خودش هم نمیفهمه چی کار کرده. شیطون گول میزنه. گول آقا گول میزنه. مامان جون چرا نمیذاریم بقیش واسه تو تعریف کنم؟ بگم بگو بابا. بله بگی حتما. بله بعد اون آقا مونده بود بر سر دوراهی دیگه، نمیدونست که حالا خانومش راش میده تو خونه نمیده. خیلی آسمون که به زمین نیامده بود دیگه. عجبا سخت میگیرن مردم. نهید خانم
ببینم اگه شما بودی جای اون خانمه. خب. نه خودمونیم. اگه شما جای اون خانمه بودی مرد رو راه میدادی؟ نه راه میدادید. خب من نفس کشیدم میخوام جواب بدم. بله من فکر کنم اگه شما به جای اون خانمه بودید آقا رو راه میدادید؟ راه میدادی؟ خب بله من فکر میکنم که هم حق با زنه بوده هم حق با مرده بوده. خب بالاخره اتفاقی که افتاده کاری که شده حال بعد چیکار کنه؟ قربون خانم. قربون خانم. نازی آقای کابوسی نازی. ببین اگه بخوای تو یه روزی به من دروغ بگی من اصلا تحملش ندارم. گفته باشه نه خاله آقای کابوسی و دروغ. نه خاله این اصلا کی دروغ گفتن آقای کابوسی؟ آقای کابوسی نه من میگم یعنی اگه یه روزی خاله دروغ مصلحت انگیز بهتر از مصلحت آمیز بهتر از راست فتنه انگیز هست. تو ملون فری همین تو نبودی که میگفتی که نمیدونم این حرفا چیه اصلا اینا رو قبول ندارم. هی کابوسی جز میزد همین حرفا میزد تو میگفتی نه جز میزد؟ جز. خاله جان من بعد از موفقیت چشمگیر ما غلط میکنیم شما جایزه بگیرید من اصلا نه من اصلا دیدم نسبت به زندگی عوض شد. اصلا یه دید خوبی پیدا کردم به زندگی. بله بله اصلا انسان جایزه خطا است دیگه. نه بله 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 ببخشید اتفاقی افتاده؟ نه 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 چه اتفاقی افتاده برای من بگید. وای وای چقدر خوابم گرفت. اگه الان نخوابم و خوابم میپره کجا خاله؟ کجا خاله؟ ما اینجا همه جمع شدیم که موفقیت چشمگیر هفته نامه فروش بی سابقه شو ما غلط میکنیم شما جایزه بگیرید و جشن بگیرید. کجا رفتنه فرید؟ من واقعا به تو افتخار میکنم. شما غلط میکنید. شما غلط میکنید من به شما جایزه میدم. این چی بود؟ بله بله حالا بگی کابوسی تو چی میخوای بگی؟ بگو منتظرم. خب بگو دیگه. من میخواستم بگم که من کلن آدم خانواده دوستی هستم نهید خانم و شما هم خانواده هم هستی. شما رو دوستون دارم دیگه. خیلی دوست دارم من شما. من خانواده هم رو دوست دارم که شما ها باشین با. من از وقتی که به جمع خانواده شما ملحق شدم تنها بودم. تنها هیچکی نداشتم. دنیا به همین دلیل برام تیر و تار بود نهید خانم. همه چیز خاکستری میدیدم، همه چیز سیاه و تیر و تار میدیدم و الان خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم، با هم هستیم. خب لطف کنی بریم سر. واقعا فکر میکردم که یعنی دنیا برام علصبیه بود، چه در خاک حریف باشم چه خاکش کرده باشم حریفو برام یکی بود، علصبیه بود. خب بفرمایید بریم. هیچ فرقی برام نداشت، یعنی هیچ. اصل مطلب این که نهید خانم من باید براتون بگم. یادتون اون شب نشسته بودیم تو حیات. خوب. شما گفتید که راز یه رازی. من گفتم خب همه یه زن و شوهرهای عالم هزاران راز سر به مهر دارن و هیچ کس هم خبر نداره. خب مام یه زن و شوهر با رازهایی که داریم با هم دیگه. منم میخواستم خدمتتون بگم که منم یه راز دارم و اون راز اینه که فرید انقدر راه نرو سرمون داره گیج میره دیگه بسه. چرا راه نرم؟ الهام خانم باید بدوم، باید فرار کنم، باید عربده بکشم پیچ اتفاقی نیفتاده. بابا ده دعوا کنیم ببینیم چیکار داری میکنین آخه. رامین منتظر تلفن بدبخت. خب شاید آقای کابوسی هنوز نرفته سر اصل مطلب ها. اون کیف چی دستته؟ کمک های اولیه گفتم شاید لازم بشه ها. یا نه نه خدایا من مردم از دست اینا. خب ببخشید. خدایا
ببخشی. شد. زد کشت برد چی شد؟ بس ها شد صدایی نمیاد. یعنی نایی چی کار کرده؟ صدایی نیست. نکنه واسه آقای کابوسی اتفاقی افتاده باشه. نایی خانم آره عجله کن عزیزم، خیلی کار داریم، باید تازه محضرم بریم. بجون چشم بودم الان خاک بر سرم شد. تموم شد. چه ازدواج کوتاهی. ای وای افسوس. الان آقای کابوسی میگه فرید جان آماده شو برای شاهد طلاق بریم محضر. آقای کابوسی الان من میام خدمت، من برام استراحت کنم بعد آماده شم بریم. ناراحت نباش. چقدر پدر خونده خوبی بود. چه شوهر خواهر خونده خوبی بود. سلام. شما هم اینجایی؟ چه تصادفی؟ صبح بخیر؟ ما خیلی صبحتون بخیر و شادی. ما خیلی متاسفیم. از چی؟ از اینکه همه چی تموم شد. چی همه چی تموم شد؟ تازه همه چی شروع شده. شما هم آماده شین حالا با هم بریم. کجا؟ میریم خونه خواهرم، نایت خانم میخواد سیاوشجونی ببینه، از اونجا میریم محضر، میخوام همه اموالمو به نام نایت خانم بکنم. همه. واسه چی؟ برای اینکه میخوام نایت خانم بدونه که ارزش اون از همه چیز تو این دنیا واسه من بیشتره. من بدون ماشین، بدون مجله، بدون خونه میتونم، ولی بدون نایت خانم نوچ نمیتونم. شما غلط کردید، نایت جایزه گرفت. دوستان، همکاران عزیز و ارجمند در هفته نامه وزین شهر قشنگ، افتخار دارد فرزند عزیز و دلبندم جناب آقای سیاوش کاووسی که عمری رو در ینگ دنیا به ممارست، تحصیل و زندگی گذرانیده و درجات عالیه تحصیلی رو به درجات عالیه تحصیلی نائل اومده در ینگ دنیا در رشته های کامپیوتر، نرم افزار، سخت افزار البته و فضا هوا و و و و و که حالا از این فرصت به دوره بیرونه، انشاءالله بعداً براتون توضیح کامل خواهم داد، به وطن برگشته و میتونید شما صداش بکنید سیاوش و با ما خواهد بودیشون. من امیدوارم ورود سیاه به این هفته نامه همراه با خیر و برکت باشه و کشتی طوفان زده و در تلاطم امواج گیر کرده ما رو که انقریب به گل خواهد نشون رو ایشون بتونه نجات بده. امیدوار. من ورودشو خیر مقدم میگم خدمت همتون.